فالوور داره 200K نفر فالووینگاش هم ایشکینی هیشکی بیو لینکای پیشبینی پیج پی وی مال فابریکه آره دیگه اینو فالو کن پابلیکه شغلش چیه مدلینگ. خب اول از همه شروع میکنیم ببینیم کدوم یکی از این رپرها سایت شرپندی داره یا شرپندی تبلیغ میکنه. با جیدال شروع میکنیم میبینیم که تو بیوش گذاشته لینکشو. بعد میریم سراغ علیرضا جی جی میبینیم که علیرضا جی جی هم سایت پیشبینی تبلیغ میکنه تو بیوش. بعد میریم سراغ سیجر سیجل و جی جی یه سایت رو تبلیغ میکنن همجوری که میبینین یعنی یه سایت مشترک دارن. ارفان و جیدال باز یه سایت مشترک دارن یعنی تیم پایدار باز یه سایت مشترک داره. حالا جالب ارفان چریتی هم داره و مثلا کمک و فلان و داستان. سوراب ام جی میبینیم سایت سوراب ام جی هم همچنان سایت شرط بندی داره. پوبون سایت شرط بندی داره یعنی لینکشو گذاشته توی بیوش. دیگه پارسالیپ رو میخوایم چک کنیم. پارسالیپ هم میبینیم که زینگابت باز یه سایت شرط بندی داره. رضا پیشرو که همیشه والا دم از معرفت و مرام میزنه سایت شرط بندی داره. دیگه سپر خلصه سایت شرط بندی داره. تو بیوش بکنم با خشار اس آر با هم دیگه یه سایت دارن. رضا لیتو هم همچنان سایت شرط بندی داره. حالا میخوام ببینیم آقا چرا گیرمون به سایت شرط بندی چه مشکل این سایت های شرط بندی چه اصلا ممکنه آقا یکی بگه من میخوام پولامو بریزم دور. اساس مشکل اون اصلا با سایت شرط بندی یا حالا مثلا که چرا مردم میرن شرط بندی میکنن نیست. مشکل توی خود اون سایت های شرط بندی که الان بهتون نشون میدم داستان چجوریه. فکر میکنید حالا برید توی قسمت مثلا ثبت نام یکی از این سایت های شرط بندی میتونید خودتون رو امتحان بکنید به صورت نمونه. یه دونه یوزر بسازید. اول از همه شما میتونید بدون هیچ به قول معروف مشکلی هر ایمیلی که دوست دارید وارد بکنید چون ایمیل تاییدیه نداره تا جایی که من دیدم. هر شماره همراهی که میخواید و میتونید وارد بکنید جای ازتون چک نمیکنه. احتمال داره به موقع برداشت پول یا بعدم موقعی حالا هر اتفاق دیگه ای به خاطر این اطلاعات مثلا پولتون رو بهتون ندن ممکن هست. ولی توی ورود یعنی تو بخش ثبت نام فعلا همچین مشکلی شما ندارید. یعنی شما میتونید با هر چیزی که خواستید یه دونه یوزر سایت شرط بندی بسازید. خب حالا که ما یوزرمون رو ساختیم یعنی یک یوزر جدید ساختیم میخوام بریم ببینیم آقا چجوری میشه به این حساب پول واریز کرد که بعدم باش حالا شرط بندی کرد پیش بینی کرد انفجار یا هر چیز دیگه ای رو بازی کرد. میریم تو قسمت شارژ حساب. اخبار خیلی خوب که حالا اونا اصلا ما باش کار نداریم یه سری به قولم مزخرف نوشته شده. نوش های پرداخت از طریق درگاه مستقیم بانکی واریز کارت به کارت از طریق پارس پی پارسی گرام نمیدونم و وچر پرفکت مانی بیت کوین پارسی وچر پارسی گرام در ظاهر مثلا 6-7 روش برای واریز پول وجود داره ولی اما در حقیقت 2-3 روش وجود داره که حالا من براتون نشون میدم. شما وقتی درگاه مستقیم بانکی رو میزنید پرداخت از طریق درگاه مستقیم بانکی یعنی چی؟ یعنی شما یک درگاهی باید وصل بشید که مستقیما به بانکی که پول از قرار از حسابتون کم کنه وصل بشه. پس در نهایت بایستی کاملا شست و رفته باشه. ما 100,000 تومان رو میزنیم منتظر میمونیم بریم ببینیم چی میشه کجا میریم. اولی که میبینید با یه پاپ آپ صفحه وارد یه لینک دیگه میشه به اسم یویو نمیدونم 21h.com. شما اگه توضیحات رو بخونید و شکل این کانکشن اصلا سکیور نیست اگه قرار پولی ازش پرداخت بکنید به هیچ عنوان هم چیکاری انجام ندید چون اصلا سیف نیست و میبینید که توی صفحه شما وارد صفحه بانک نشدید. هیچ درگاه مستقیم بانکی وجود نداره. شما یک صفحه هستید که حتی HTTPS هم نداره یعنی کوچکترین رمزنگاری نداره و از شما شماره کارت رمز دوم CV2 و تاریخ انقضای کارتتون میخواد. به محض اینکه شما این اطلاعات رو وارد بکنید به احتمال خیلی خیلی زیاد تمام اطلاعات بانکیتون دزدیده میشه. یعنی احتمال اینکه از حسابتون بعدن برداشته بشه از طریق غیر آدم غیر از خودتون خیلی زیاده. نمیگیم 100%. بعد این صفحه که الان جلوتونه عملاً یه صفحه فیشینگه. فیشینگ یعنی چی؟ یعنی که شما اطلاعات فکر میکنید که دارید کارتتون اطلاعات مهمتون و هر چیزیتون رو توی جای سیف و امن وارد میکنید یعنی تو جای درستش ولی در حقیقت اونجا جای درست نبوده. از اونجایی که این صفحه هیچ جا ثبت نشده سایتش وجود خارجی نداره سایتش صفحه خالیه که در ادامه میبینید و این که اصلا پارسیگرام معلوم نیست متصدیش کیه چه کسی. البته ما میدونیم کیه ها یعنی منظور که جایی ثبت نشده شما دارید اطلاعات اصلی یک کارتی که مثلا شما میخواید الان 10,000 تومان واریز کنید 50,000 تومان واریز کنید تو این حالا سایت برای شرط بندی ولی تو حساب اون بانکتون تو کارت اون بانکتون مثلا 10 میلیون پوله. شما انگار دارید 10 میلیونتون رو تقدیم اون شخص تقدیم اون کسی که پشت این داستانه میکنید چون تمام اطلاعاتتون بدون کوچکترین رمزنگاری میرسه دستش
و دیگه دست خود اون شخصی که از پول شما برداشت بکنه نکنه، میدونی اینجوریه داستان. دلیل اینکه همه صداشون در اومده بس اینه که آقا مشکل شرط بندی خودش مشکل نداره، هر کسی میتونه دوست داشته باشه شرط بندی کنه، ولی تو جاش، تو جای درستش، تو جای سیفش. سایت های شرط بندی شما اگه برید توی قوانین بین المللی بخونید، اصلا یه سری قوانینی کشورها دارن برای این داستان شرط بندی که حد نداره، برای اینکه حتی خیلی خیلی از جاها جلوی مثلا شارژ کردن حسابتون برای مدت طولانی رو میگیرن که شما وسوسه مثلا نشید هر روز برید شرط بندی کنید. ولی اینجا بدون هیچ قانونی، مثلا همه چیز دیگه که بدون هیچ قانونی، بدون واقعا هیچ نظارتی، بدون هیچ تضمینی دارن با به قول معروف حسابای ملت بازی میکنن. ممکنه تا 3 سال 4 سال 5 سال بدون هیچ مشکلی قضیه ادامه پیدا بکنه، من بحثی توش ندارم، ولی یک شبه، فقط یک شب. اصلا چه واسه کسی وارد سرور به قول معروف این سیستم بشه، سرور سایت همین به قول خودشون پارسیگرام بشه، تمام دیتا رو مردم بخواد بزنه؟ الان ممکنه همین الان این اتفاق بیفته، یک ثانیه دیگه این اتفاق بیفته. هیچ تضمینی نیست، هیچ تضمینی نیست. حالا بریم تو بخش کارت به کارت. وقتی وارد کارت به کارت میشیم میبینیم که در کمال نوآوری بازم همین داستان پارسیگرامه، فقط اسمش نمیشده پارس پی پاین. و یه شماره کارت قاعدتاً بی حالا هویت پیام پوت، اصلا همچین شخص احتمالاً وجود خارجی نداره. و میبینید که دقیقاً لینک yoyo21h.com بازم اینجا تکرار شده، یعنی به یک جا شما وصل شدید، درسته؟ اینجا باز شماره کارت و زمان پرداختتون باید بگید که حالا حسابتون شارژ بشه. میریم توی لینکی که پایین داره، لینکی که در گوش فصله yoyo21h، میبینید که این سایت به هیچ جا وصل نیست، اصلا سایتی وجود نداره، یعنی فقط از طریق یه ساب، از طریق دامینش و حالا اون صفحه‌ای که روی اون دامین ساخته شده شما رو وصل میکنه به یه چیزی مثل پارسیگرام، یعنی اون سایت yoyo21h که احتمالاً فردا ممکن اسمش عوض شه، پس فردا اسمش عوض شه، اصلا وجود خارجی نداره. به قول شاعر که میگه ما ایم و نوای بی‌نوایی. حالا بحث رپرها رو چرا من به این داستان وصل کردم، اگه حالا قسمت باشه شاید در ادامه یه بار توی اپیزود خیلی طولانی‌تر دقیق بخوام توضیح بدم که کی پشت این قضیه است کاملا، یعنی مثلا توضیح کامل بدم، ولی خلاصه بهتون بگم یه آدمی به اسم مونتیگو که جدیدن با خیلی از این رپر را خسفر خلصه، علیزا جی جی سی جل نمیدونم، حالا برقیشون تو ذهنم الان نیست، که باهاشون آلبوم داده و فیت داده و ترک میده و خلا اینا. این آدم از قدیم الایام پشت یه سایت شرط بندی بوده به اسم وینبت 90 اگه اشتباه نکنم، که از قدیم معروف بوده به عنوان سایت شرط بندی. از یه جایی بعد این آدم تصمیم میگیره که شخصیت های معروف اینستاگرام رو وارد این بیزنس بکنه. خیلی هاشون احتمالا میشناسید، آدم هایی مثل داوود حزنی، داوود غفاری یا نمیدونم وعید خزایی و حالا بقیه که حالا اسمشون رو قاعدتا میدونید. تا اینجا حالا بحثش جدا بود، اون موقع هم همین اتفاقا میافتاد، اون موقع هم فیشینگ بود، اون موقع هم حساب مردم خالی میشد، همه این داستانا بود. ولی من الان به عنوان کسی که حالا سالیان سال طرفدار هیپ هاپ بودم، طرفدار رپ بودم، بیشتر رپ خارجی آمریکایی گوش میدادم همیشه، ولی خب رپ ایرانی از همون روزای اول دنبال میکردم، الان زورم میاد راستش بخوام بهتون بگم که این همه شخصیت، از حالا نمیخوام اسمشون، نمیتونم یکی یکی بگم، خیلیشون لیست کردم اولین ویدیو، دارن با کسی کار میکنن، دارن با سیستمی کار میکنن که شاید بهتون بگم 90% من مطمئنم که اصلا نمیدونن این سیستم داره چی کار میکنه پشت پرده، یعنی نمیدونن که فیشینگ چیه، نمیدونن دقیقاً چه جوری میشه که یه سایتی مثلا 30% 40% 50% بونوس میده، مگه اصلا همچین چیزی ممکنه؟ مارجین درآمدی سایت شرط بندی رو نمیدونن باید چقدر باشه و اونقدی که دارن در میارن رو نمیفهمن که نباید اونقدر باشه. ولی خب سالیان سال کار کردم و از این کار پولی در نیاوردم و اینو مونه فرصت دارم میبینم، ولی نمیدونن که این فرصت شهرت 10 ساله 15 ساله واقعا عمری که پای این کار گذاشتن رو ممکنه یک شبه خراب کنه. شما تصور کنید که همه این سایت های شرط بندی هک بشه، یا اونا همون امیر فرشاد نمیدونم مونتیگو بخواد یه شبه این سیستم رو جمع کنه و همه حسابایی که اطلاعاتشون داره مثلا خالی کنه و هزار تا کار دیگه که ممکنه پیش بیاد، چون این کار ثبت نشده و قانونی نیست، نه تو ایران که قطعا نمیتونست قانونی باشه، بلکه این تو خارج از ایران هم قانونی نیست و ثبت نشده،
حداقل توی یه کشور درست حسابی که بتونن خودشون مشخصا بگن که این ثبت شده ثبت نشده. این یه سایت با هوا داره از درگاهی واسط استفاده میکنه، داره از باگ سیستم بانکی داخل ایران استفاده میکنه، داره از وچرهای در پرفکت مانی استفاده میکنه که راحت ترین راه واسه پولشوییه، داره از وچرهای پارسیگرام استفاده میکنه که اصلا خودش معلومه چی هست پارسیگرام. و اگه بهتون بگم چقدر کثیفه این بحث، چقدر کثیفه پشت پرده این بحث، واقعا نمیتونم کم گفتم. من بالای همین ویدیو الان اگه بالا سمت راست رو نگاه بکنید، ویدیو یکی از دوستان خیلی خوبمون که قبلا رفتیم راجبشون تحقیقات خیلی گسترده کرده رو لینک میکنم که حالا توضیحات خیلی فنی و دقیقش ایشون تو ویدیوش گفته، من نمیخوام دوباره تکرار کنم. این ویدیو ایشون رو ببینید خیلی دقیق‌تر متوجه میشید که این بیزنس چقدر کثیفه، چقدر رفتی به مثلا قاچاق دختر داره، چقدر ربطی به مثلا پولشویی مواد مخدر داره، خیلی 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 چقدر ربط به آدم‌های فاسدی داخل حکومت داره و غیره. یعنی اصلا نمیتونم توی ویدیو مثلا 15 دقیقه اینو بگم و احتمالاً است مثلا حوصله شما خارجه. فقط میخوام بهتون بگم دلیل ساختن این ویدیو، چون من خودم علاقه خیلی شدیدی مثلا به موزیک هیپ هاپ دارم، دلیل ساختن این ویدیو اینه که اینو میخوام آپلود بکنم که ثبت بشه، که تمام این به قول من لینک های شرط بندی که تو بیو این رپراست و تبلیغش رو هر روز میکنن ثبت بشه، که اگه یه روز فردا، یه هفته، 10 روز، نمیدونم، یک ماه، یک سال آینده این سیستم به اون سرنوشتی که توی ویدیو پیش بینی کردم دوچار شد، یه فضاحت بسیار بزرگی ازش در اومد، اون موقع نیام بگن نه ما نبودیم، نیام بگن ما گول خوردیم، نیام بگن کسی به ما نگفته، نیام بگن نمیدونم ما نمیخواستیم پول مردم بخوریم و غیره. فقط میخوام همین ثبت بشه. بقیه توضیحات تو همون ویدیویی که بالا لینک کردم خیلی خیلی دقیق هست، میتونید برید ببینید که چه کثافتی پشت این قضیه است. یادم نرفته یه سری از رپرهایی که خودشون فعلا حداقل تا الان وارد این بازی نکردن، مثل سینا سایی، مثل مهراتیدن، که خب درسته نمیتونم اونجوری که باید و شاید از این کار پول در بیارم با توجه به کارهایی که کردن، سابقه‌ای که دارن و حقشون بوده، ولی سعی نکردن تا به هر کاری بدن واسه پول در آوردن. امیر دیوا خیلی کم هستن نسبت به کلیت جامعه رپرها، ولی خب باز دمشون گرم تا اینجا حداقل. امیر تتلو با اینکه این همه دردسر کشیده، این همه حاشیه داشته، اصلا کاری بهش ندارم شخصا، ولی تا الان من حداقل ندیدم تبلیغ سایت شرط بندی بکنه، خودشو خراب بکنه. سوگند رو مثلا من تا الان ندیدم خودشو درگیر همچین داستانی بکنه. سام ویلسون تا جایی که یادمه خودشو درگیر همچین کاری نکرده.